دوشنبه 21 دی ماه برابر با 11 ژانویه 2016 نگاهی داریم به بود و نمود جان پهلوان تختی و راز ماندگاری او. از آن همه جماعت هیچ کس حتی برای یک لحظه به احتمال خودکشی فکر نمی کرد. آخر جهان پهلوان باشی و در نبودن خودت جبران کرده باشی و نبودنهای فردی و اجتماعی دیگران را آن وقت خودکشی؟ این گفتاورد بخشی از گزارش جلال آل احمد از مراسم خاکسپاری غلامرضا تختی است. در مقابل این نگرش یک روانپزشک هم نوشته است این ذهن اسطوره‌پرداز و حماسه ساز و مرگ‌اندیش ایرانی بود که تختی را کشت. این دو نگره متضاد یک حادثه را مورد نظر دارند. حادثه جمعه 17 دی ماه 1346 خورشیدی در اتاق شماره 23 هتل اتلانتیک تهران یکی از نقاط عطف تاریخ معاصر ایران در حوزه آمیختگی ورزش و سیاست است. حادثه‌ای که به دلیل تضاد روایت‌ها چونان نقطه تاریخی در خاطره ملی و افکار عامه مردم باقی مانده است. روایت رسمی که توسط روزنامه‌های آن زمان منتشر شد به دلایل آشکار و پنهان مورد تایید افکار عمومی قرار نگرفته، زمینه‌ساز پذیرش و عمومی شدن روایت غیر رسمی یعنی قتل تختی به دست عوامل ساواک شد. زمینه‌های پذیرش روایت غیر رسمی مبنی بر سیاسی بودن حادثه کم نبود. غلامرضا تختی دارنده بازوبند جهان پهلوانی از حامیان جبهه ملی بود و در جریان جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای قربانیان زمین لرزه بوئین‌زهرا نشان داده بود از محبوبیتی گسترده در میان مردم برخوردار است. بازچاپ‌های متعدد و استقبال عامه از شعر بلند مهدی سهیلی که در رسای تختی و از زبان او خطاب به پسرش بابک سروده شده بود نشان آشکار پذیرش روایت قتل تختی توسط افکار عمومی بود، روایتی که شکلگیری اسطوره‌ای شدن زندگی تختی را در پی داشت. هرچند او پیش از مرگ نیز در جایگاه بلند پهلوانان و عیاران اسطوره‌ای همچون پوریای ولی یا سمک عیار قیا قرار گرفته بود. جوانمردانی که بنا به کتاب مینوی خرد اعتبارشان در اسطوره‌های ایران سخت ارج نهاده شده و تختی با زندگیش نشان داد که برخوردار از همه خصایل جوانمردی و پهلوانی برشمرده در آموزه‌های کهن ایران زمین است. تختی کیست و رابطه او با مردم و شاه چگونه است؟ میراث تختی چه بود و از او چه بر جای ماند؟ بیننده برنامه زنده افق از صدای آمریکا هستید. مهمان‌های امشب افق آقایان حسین غازیان جامعه شناس که در استودیو با ما هستند، مسعود بهنود روزنامه نگار که از لندن به ما پیوستند و احمد فراستی رهبر عملیات ساواک که از آلمان در این برنامه حضور دارند. در ابتدای این برنامه بخشی از آهنگ جهان پهلوان رو میشنویم از ساخته های زندگیات بابک بیاد و صدای عارف با ترانه ای از شهرام دانش که تقدیم به بابک تختی شده. سلام ای مرد آزاده، سلام ای سرو ایستاده، سلام ای یاور انسان، سلام ای یاور انسان، تو که سوک سیاوش را به دل خواستیم در ابتدای این برنامه شرایط مکانی و زمانی جامعه‌ای رو بررسی کنیم که تختی الگو و قهرمانش میشه. جامعه اون زمان در حقیقت میشه گفتش که در نوعی اسرت سیاسی به سر میبرد و از نظر اجتماعی در حال پوست اندازی بود. اسرت سیاسی به این معنی که مخالفان نظام سیاسی در اون دوره در واقع به نوعی بن‌بست رسیده بودن. نظام سلطنتی استقرار پیدا کرده بود، از جریان‌های 32 و 42 سر برآورده بود. شاه در بحرانی که در ارتباط با دولت‌های جدید داشت، در ارتباط با دولت کندی موفق شده بود مشکل امینی رو حل کنه به عنوان نخست وزیر و قدرت فائقه بشه. یکی دو ماه قبل از فوت تختی تاجگذاری کرده بود، نیابت سلطنت رو استقرار داده بود به شهبانو و به این ترتیب خیالش از این بابت با
تغییر قانون اساسی در دهه 40 آسوده شده بود، نوعی استقرار پیدا کرد. پیش از این هم خب ساواک استقرار پیدا کرده بود و بنابراین رژیم سیاسی در اون دوره قدرت زیادی گرفته بود. از طرف دیگه مخالفین به نوعی بن‌بست رسیده بودند، به این دلیل که در دو خیزش متفاوت در سال 32 و 42 شکست خورده بودند. مصدق فوت کرده بود به عنوان رهبر معنوی و رهبر سیاسی این عده و کسانی که در جبهه ملی و نهضت مقاومت بودند در واقع توانشون به پایان رسیده بود و نوعی رادیکالیسم سیاسی از درون جامعه در حال جوشش بود که بعدا خودش رو در حرکت‌های مسلحانه نشون داد که نشانه بن‌بست راه حل‌های مسالمت‌آمیز بود و به این معنی من میگم دوره عسرت سیاسی بود. از طرف دیگه ما در حال پوست اندازی اجتماعی هم بودیم، یعنی اینکه جامعه در حال گذار از اون وضعیت سنتی به دوره مدرن بود. ما به یک نوع مهاجرت روستا شهری شدید رسیده بودیم، درآمدهای نفت در حال افزایش بود، چهره شهرها داشت تغییر میکرد، ساختمانهای بلند و شیشه‌ای و لامپ نئون معماری شهرها رو تغییر میداد، روابط اجتماعی دگرگون شده بود و به یک معنی در سیاست همه سر تسلیم فرود آورده بودند و از لحاظ اجتماعی در حسرت دوره‌ای بودند که داشت تموم میشد. تختی در یه همچین دوره‌ای بود. شما نگاه بکنید مثلا فیلم قیصر هم در همین دوره ساخته شد و با اقبال فراوان روبرو شد، چون در واقع قیصر نماد سر تسلیم فرود نیاوردن به اون دوره بود. دوره تختی در واقع دوره وداع با یک زمانه بود، زمانه ای که میخواست همه رو تسلیم کنه، چه در برابر تغییرات اجتماعی چه در برابر انسداد سیاسی که رخ داد. و وداع تختی با زندگی در واقع تبدیل شد به وداع یک آدم با یک دوره و به همین دلیل اون در اون دوره ماندگار شد و موند، چون سمبل اون وداع با اون دوره بود. آقای بهنود، قبل از اینکه از شما در مورد منش پهلوانی تختی و تصورات و نشانه هایی که در جامعه از سیاسی بودن و به وجود اومد بپرسم، در ابتدا در مورد سابقه دوستی رفاقتتون با غلامرضا تختی بپرسم و شاید اولین دیدارتون و اینکه به چه شکل و ترتیبی دوستی شما عمیق‌تر شد تا اینکه میهمان مراسم عقد تختی با همسرش خانم شهلا توکلی در خیابان توحید کوچه نمازی شدید. عرض کنم که اولا سلام به شما و جناب قاضیان. من شأنیت خودم رو در اینجا در این میدونم که من تازه روزنامه‌نویس شده بودم و جز اولین تو مجله روشنفکر کار میکردم که مجله بود که به این نوع مباحث علاقمند بود و جز اولین صیدهایی که در عالم روزنامه‌نگاری پیدا کردم، بدون اینکه در ورزش خیلی متخصص بوده باشم یا به اصطلاح حضوری داشته باشم، تختی بود. تختی با اصولاً با روزنامه‌نگارا وضعش خوب بود، روابطش خوب بود، فقط من نبودم. من تلاشم بیشتر بود در این جوانی برای اینکه به حال به او به عنوان سوژه گزارش‌های خودم نزدیک شم. این اتفاق حدود سال‌های، یعنی حدود که دقیقش رو می‌دونم که اما به اون نزدیک‌تر هم شدید، با دوست شدید. بله، دیگه از اردیبهشت سال 43 که من با تختی آشنا شدم تا اون 24 ساعت یا یه ذره بیشتر 28 ساعت قبل از مرگش تقریبا هر روز او رو دیدم. دوبار باهاش بودم وقتی برای بله برون رفتیم، دفعه دوم بود که خونه آقای توکلی رفتیم. آقای توکلی پدر شهرخانی به شوخی به من، یعنی به تختی گفتش که شما بزرگتر از این کسی تو خانوادتون نبود همراهتون بیارین. به حال نزدیک بودم باش، بله، خیلی زیاد. و حالا به حال آقای بهنود، شما در مرثیه‌ای که برای شهلا توکلی همسر غلامرضا تختی در بی بی سی نوشتید به نکاتی اشاره کردید. حالا ما از عقد پریدیم به سوگ شهلا توکلی و جمله اینکه تختی به مانند دیگر قهرمانان خودش رو بازنشسته نمیدید و به دنبال نقطه‌ای میگشت که مردم رو گم نکنه ولی نمیگذاشتن. چرا؟ احتمالاً او چه گرفتاری با حکومت داشت و یا اینکه حکومت در مورد او چگونه فکر میکرد؟ آیا او سیاسی بود؟ تختی رو من آدم فعال سیاسی ندیدم. اون چه که من دیدم و اونو میتونم بگم این بودش که تختی به شدت، چنان که وصیت نامش هم نشون میده، مرید منصفی بود و بسیار احترام میگذاشت برای از طریق او برای آدمهای بزرگ جنبش ملی. من یه باری به شوخی گفتم، ولی خیلی هم شوخی نبوده، فکر میکنم که اگر منصفی توی حزب دیگه ای هم بود
احیانا تخریب اون حزب متمایل میشد. البته غیر از این که به هر حال از دوره نوجوانی این غیرت و پایداری دکتر مصدق هم موضوعی بود که او رو جلب و جذب کرده بود، ولی همیشه از قدیم الایام از به قول خودش او بدون اجازه مهندس کاری نمی کرد و خودش رو مرید ایشون می دید و مراسم عقد رو هم نگذاشت که برپاشه تا موقع که آقای مهندس اومد. و به این معنی میشه گفتش که بله چنین گرایش سیاسی داشت، ولی من چیزی که میدونم این که حتی اون دوره که رفت عضو شورای عالی جبهه ملی شد به خواست منصسیبی بود و طبیعتاً اون چند باری هم که بازجویی کردم و یک بار فقط البته تخدیر تو همین دوره که من هم بودم نگه داشتن از صبح تا غروبی و شهر به کلی اوضاع و احوالاتش به هم ریخت و ناچار شدن که غروب رهاش کردن، موضوع همه این گفتگوها هم این بودش که او رو از این حالت، یعنی از تعلقش به جبهه ملی، از علاقش به دکتر مصدق و بقیه باز داره. بله اوی مصدقی بود، ولی من باور ندارم که بشه تخدیر به عنوان اکتیویست سیاسی طبقه بندی کرد. او دلبسته شدید مردم بود و این سالهای آخر که دیگه من کاملا شاهد بودم و به عنوان گزارشگر با چشمای باز شاهد بودم، واقعا کاری غیر از مردم در خودش. بعد از اینکه ازدواج کرده بود صبح زود بلند میشد و کراوات میزد، چیک و پیک و اینا بالا میشد، من سر چهارراه پهلوی سابق نزدیک تئاتر شهر فعلی اونجا کمک میکرد، دکون شاه غلام رو که هنوز هم هستش گل فروشی او رو باز میکردن، بعد از اونجا میرفت یواش یواش در میدون 24 اسفند سابق انقلاب فعلی جلوی مغازه آقای اسدالله یعنی قنادی سینا و اینجا پاتوقش بود، همه میدونستن و بنابراین همینطور جمعیت با اون میومدن و میرفتن. کار داشتن، یکی مادرش بیماری چشم داشت، یکی پول نداشت بچه معلولش عمل کنه، به کار مختلف تو ادارات این برانور و دنبال اینا میرفت و یکی از اینا هم ظهر او رو با یه جمعی میبرد خونه شون و همونجا نهار میخورد. به حال مقصودم این هستش که به خصوص در سالهای آخر کاری جز همین با مردم بودن نداشت. با این به مردم بودن، با مردم بودن اشاره کردی در این قسمت بخشی از خاطرات پهلوان مسلم اسکندر فیلابی در مورد غلامرضا تختی رو بشنم یا بعد پرسش رو با آقای فراستی مطرح میکنم. همه خاطراتم زند از خودشون، نه از جایی خونده باشم و یه جایی شنیده باشم. تختی رو میخواستم بزنن حتی بر چیز بذارن برای مربی کشتی بشه که قرقوزو رفته بود پیش شاه، گفته بود میخوام اینو بذارم این چیز. من پس این خاطره رو بگم بهتون، همون مربوط به همینه. آقا تختی یه روز من گفت آماده باش بخوایم بریم به یک مجلس ختمی. گفتم باشه، من کوی دانشگاه بودم اون موقع امیرآباد. بعد گفتم باشه، من آماده شدم که بریم مجلس ختم. بعد من زنگ زد که نه نمیخواد بیاد. گذشت رفت، بعد از یک دو هفته با هم نشستیم، بعد گفت که من قرار بوده بذارن مربی کشتی بشم، قرقوزو میره پیش شاه، شاه میگه این سیاسیه نمیذاره، میگه قرقوزو میگه نه نیست، میگه حالا باشه بعدا میگم. دفعه دوم که میره که جواب مربیگریشو بگیره از شاه، با شاه یک کشوری باید مربی تیم را اوکی کنه بر اساس گزارشی بوده که حتما بهش میدادن. بعد شاه عکس تختی رو پرت میکنه تو صورت قرقوزو، میگه تو گفتی این سیاسی نیست که، این پس مجلس ختم دکتر مصدق چیکار میکنه؟ اون شبی که تو رو میخواستم ببرم به اون مجلس ختم، میخواستم ببرم پیش مجلس ختم دکتر مصدق که فکر کردم هنوز نهالی میشکننت، گذاشتم هنوز یکم... نهالی میشکننت. آره، ولی گفتم یکم درشتر بشی، اگرم میشکنن زحمت بیشتری بکشن. آقای فراستی، به عنوان یکی از رهبران عملیات ساواک از شما درباره گرفتاری حکومت پهلوی و نهادهای امنیتی احتمالاً با غلامرضا تختی بپرسیم و احتمالاً دلایل احضار ساواک، احضار تختی توسط ساواک. علی، با درود به همیهنان گرامی هم، به جناب آقای بهنود و جناب آقای قاضیان و جناب علی. من چیزهایی که شنیدم کمی برام شگفت انگیز بود، به دلیل اینکه نخست
پهلوان هرگز به ساواک احضار نشد، دوستان بسیاری هم در سازمان امنیت داشت و اگر برایش هم سوالی یا موردی بود میتونست به وسیله اون دوستانش هر چیزی که هست حل و فصل کنه، ولی ایشون هرگز به سازمان امنیت احضار نشد. جناب بهنود در مرثیه‌ای که برای بانو شهلا توکلی نوشتند همین را اشاره کردن، البته به نظر من این چندان به اصطلاح بوی خبر درستی نمیده که تختی رو احضار میکنن به ساواک، چهار نفر میان در اتاق رو باز میکنن، ازش میپرسن اسم تو چیه، میگه غلامرضا تختی، بعد در رو میبندن میرن. خب که این چه معنی داره؟ بعدم ایشون رو سوار ماشین میکنن برن توی خیابونی پیاده میکنن. من تصور میکنم که کمی این به حقیقت نزدیک نیستش و یک مورد دیگری شاید باشه، ولی من از دوستانی که دستن در کار هستن از همشون پرسیدم، هیچ کدوم تایید نکردن که جهان پهلوان به سازمان امنیت احضار شده باشه. و آنچه که جناب فیلابی هم فرمودن میخوام عرض کنم خدمتون که اگر عکسایی رو من دارم از جهان پهلوان تختی با پادشاه که حتی در یک مورد پادشاه در برابر آقای فرساتی به اونها میرسیم، اما آقای بهنو توضیحات شما رو بشنویم در پاسخ به آقای فرساتی. چه برداشت چه بوده از اینکه بازجوها می آمدن در اتاقی که تختی بوده و در رو باز می کردن و از او اسم و رسم او رو می پرسیدن و در می بستن؟ به نظر می رسه بسیار روشن، شاید بتونید شما این قضیه رو بیشتر بیان بکنید. بذارید یه جوری با این قضیه نزدیکشم. این ماجرایی که دارم نقل می کنم، من و نه من در حدود 2-3 هزار نفر آدم شاهدش بودیم. جناب فرستی طبیعتاً از همه اون چی که در اداره که ایشون توش کار میکردن میگذشته خبر نداشتن، اگه اون موقع هم خودشون احیاناً در ساواک بوده باشن من نمیدونم، ولی به حال مشخصه سازمان اطلاعاتی این استش که از این اتاق نباید خبر داشته باشه. من تعجب میکنم این اواخر بعضی از دوستان همکاران سابق ساواک صحبت میکنن و درباره همه چی که در اونجا گذشته میگن و این خیلی تعجب آوره، مگر اینکه فکر کنیم شنیده های بعدی سمتو که فرمودن آقای فراستی هم. ببینید نه، در اون روز به خصوص که میگم من نمیدونم و اونجا هم ننوشتم که ساواک این کار کرده، من نمیدونم که چی احضار کرده بود یا چه جوری بود. چیزی که میدونم و اون روز عرض میکنم تعداد یکی دو نفر نبودیم، آقای رسول که دوست نزدیک تختی بود خبر داد که او از خونه را افتاده برای اینکه برسه به محل او که عرض کردم در میدان 24 اسفند یعنی میدان انقلاب فعلی بود، گفت نرسیده و خب به احتمالات و گفتگوهایی میرسید. در نتیجه من هم رفتم به محل قنادی سینا، وقتی رسیدم اونجا جمعی کثیری از دوستانش اونجا بودن و تلفونا به این نتیجه رسونده بود که یه جایی رفته که دور از دست رسه. این نگرانی همینطور به صورت پچ در قیاب رادیو تلویزیون به اینترنت همه چی همینطور پیچید و به صورت گفتگو که رفت ساعت 4 و 5 بعد از ظهر، اگر بگم مثلا حدود 200 نفر یا 150 نفر اغراق نیست، در حول و حوش این میدون داشتن میچختن و همینطور در جلوی مغازه شاغلان که الان خوشبختانه زنده و حاضر هست و اینها به خاطر این بود که خبر استود نیست و نگران جونش شده بودن. رسید ساعت 6-7 بعد از ظهر اگه نکنم رسید و به شدت حالش بد بود، به شدت بد بود و اون روز نتونست با کسی حرف بزنه و فضای بیرون هم خیلی ملتهب بود. حتی رئیس کلانتری محل هم اومد و تقاضا کرد که بیشتر از این اجتماع نکنن، ولی بعد روزای بعد از او شنیدم که نه هیچ آزاری بهش ندادن، بلکه او رو توی اتاقی گذاشته بودن یا تو سلولی یا هرچی و در این فاصله 3-4 نفر در رو باز میکردن به صورت اینکه میخوان گفتگو کنیم وارد اتاق میشدن و اینو دارم مستقیما از قول خودش میگم و از او میپرسن اسم غلامرضا فامیل تختی پس اون جام پهلوان فلان کیه. همین فقط همین، یعنی این مقدار به این ترتیب میخواستن هویت اونو زیر سوال ببرن. آقای بهنود بله من احساسم این است و خودشم احساسش این بود و به همین جهت هم عرض کنم مهمترین دردسر، یعنی اگر کسی بخواد که تخدیر آزار بده طبیعتا تخدیر نمیشد شکنجه داد، حتی اگه ساواک میخواست یا نمیخواست عرض نمی کنم اطلاع ندارم، ولی برای تختی برای آزار دادنش و رسوندنش به قول آقایون به نقطه صفر، این مقدار آزاری که او رو میدادن، ممانعت از کارش و صحنه های دیگه ای که حالا اگه فرصتش شد گفته میشه و در زمان خودش هم من اینو نوشتم، یعنی در همون زمانی که فوت شد
در گزارشی که در مجله روشنفکر چاپ شده البته بازداشتم شدید از سوی ساواک به دلیل همین نوشته آقای بهنود. دو روز فقط، اولین باری که گزارم افتادم. بله، به چه دلیل احضار شدی در ساواک؟ چه سوالاتی از شما کردن در این رابطه؟ موقعی که اتفاق افتاد حادثه، به روزنامه ها فشار آوردن و حالا ساواک جدی، حالا من در مورد محلش طبیعتاً اطلاعات ندارم، نمیدونم کی، ولی به هر حال یه سری شایعاتی اومد و یه سری حرفایی و مستنداتی گذاشته شد. چون توی یکی از روزنامه های عصر یک برگی از تقویم تختی، تقویم که گفتن مال تختی بوده، گذاشته شد که توش یه تعرضی کرده بود مادر شهرخان، و این رو به عنوان اینکه دلیل خلاصه اختلافات خانوادگی بود. من تو اون گزارش که تو روشنفکر تهیه کرده بودیم، یک نامه، یه بخشی از نامه‌ای که تختی نوشته بود برای خودم از آلمان، اونو گذاشتم که طبیعتاً وقتی در کنار این قرار گرفت، معنیش این بود که اثبات بکنه که اون نامه جعلی است و خیلی با سرعت ساخته شده و خط او نیست. و بعدم اونجایی که اصرار بود به این که گفته بشه خودکشی، نه، تیتر اون شماره اگر دیده باشید، تیترش هست مرگه تخت. بیشتر از اینم شامت نداشتیم، یعنی قتل نیست ولی خودکشی هم نیست، دلائل مرگ جان پهلوان هست. و اونجایی که عللی برشمردم که به هر حال شاید اون علل مورد تعرض نبود، ولی من در این 22 روزی که برده بودن به زندان ساواک، من نبردم بلکه به زندان موقت شهربانی بردن، و به شدت هم ترسیده بودم، خیلی شدید، بیشتر از اون که تصور بکنید. یک بار فقط یک آقایی به اسم واقعی یا مستعار سنگفرید از من بازجویی کرد که بیشتر حول همین ارتباط و گفتگو و سند نامه نمیدونم از این چیز. ممنونم آقای قاضیان. این جنس محبوبیت تختی در رابطه معادله‌ای که میان او و مردم و حکومت و چه بسا شخص شاه وجود داشت رو چگونه میشه تعریف کرد از نظر شما؟ بله، تردید نیستش که تختی جنبه ورزشیش زیر تأثیر جنبه‌های دیگر زندگیش قرار گرفت. چون اگه بدونید برای تختی قهرمانی بود که اولین قهرمانی بود در واقع، که سه بار در المپیک پی در پی شرکت کرد، سه تا مدال المپیک آورد که تا سالها تکون نخورده بود این موضوع، و همینطور هفت مدال حریفان روس و آمریکا. بله، و هفت مدال پی در پی جهانی المپیک آورده بود که شاید تا زمان آقای سوریان این رکورد شکسته نشده بود. بنابراین از جهت ورزشی در این حال که برجسته بود، ولی در همه این سالها کمتر اتفاقا به جنبه ورزشی تختی توجه شده و اهمیتی که از لحاظ رکوردآوری در میان قهرمانان ایرانی داشته. بنابراین از این زاویه وقتی نگاه میکنیم، میبینیم که چیزهای دیگری زندگی تختی رو و زندگی که در موردش ساخته شده رو تحت تاثیر قرار داده. چون الان در صحبتی که بین جناب بهنود و جناب فراستی صورت گرفت، دیدید که واقعیت به گونه های متفاوتی دیده شده. حقیقتش این است که ما واقعیت رو میسازیم، یعنی عناصری رو از جهان بیرونی میگیریم، روی هم سوار میکنیم، معماری میکنیم و واقعیت رو میسازیم اون گونه که با تمایلات، داشته های شناختی خودمون و ارزش ها و گرایش های خودمون سازگارتره. واقعیت ساخته شدن زندگی تختی هم از همین قبیله. همونطور که آقای بهنود گفتن، من هم فکر نمی کنم که، یعنی زندگی تختی نشون نمیده که او یک فعال سیاسی بوده باشه، اما اون مقدار از ارتباطی که با نهضت مقاومت ملی پیدا کرد، بعد با جبهه ملی پیدا کرد و با دکتر مصدق، عناصر کافی رو به دست داد برای ساختن این واقعیت و تثبیت این واقعیت که او انگار مردی سیاسی بود و مخالف رژیم حاکم بود و رژیم حاکم ارتباطش با برخی روحانیون نظیر بله. آقای کاشانی طالقانی. آقای کاشانی، آقای طالقانی و دیگران و همه کسانی که برای در جبهه ملی بودند، این امکان رو داد که این واقعیت ساخته بشه از تختی که او کسی است که مخالف وضع موجوده و نظام حاکم نمیتونه قبول کنه این وضعیت رو، که کسی در این حد از محبوبیت باشه و در این حال سر تسلیم فرود نیاورده باشه، در دوره‌ای که همه رو در واقع یک جوری دارن وادار به تسلیم میکنن و کسی دیگه نمونده در میدان که بخواد روبروی این وضعیت بیسته. در این حالت خلأ کسی که نه بگه به قدرت حاکم، اون وقت یک
موقعیت برتر پیدا میکنه. تخته چنین موقعیتی رو پیدا کرد و مردم و روشنفکرها، روزنامه ها، مجلات تونستن چنین واقعیتی رو بسازن و نشون بدن که تخته در چنین موقعیتی قرار گرفته. به علاوه محبوبیت مردمی که به هم آورده بود، نوع زندگیش، برخواستنش از منطقه جنوب شهر و اون مرام جنوب شهری، به علاوه یک زمینه فرهنگی وسیع، یعنی وجود آدمایی مثل پوریای ولی، پهلوان یزدی، و اینکه این آدم رو شما بندازید توی اون چهارچوبی که اون آدما رو تداعی میکنه، جوانمردی رو تداعی میکنه. خب میدونید داستانهایی که در مورد برخوردش با کشتیگیر هندی و اینکه قلب مادر کشتیگیر هندی نشکنه و تختی ناچار میشه جلو شکست بخوره، یا اینکه پای مدوید رو مثلا در مسابقات یوکاما نمیگیره، پای راستش رو، به دلیل اینکه آسیب دیده. این داستانهایی که در بین مردم میچرخید در واقع اون تصور از اون پوریای ولی امروز رو هم سنگین تر کرد و ترکیب این عناصر، یعنی ترکیب عنصر یک پهلوان در یک زمینه سنتی در کنار اینکه کسی است که سر تسلیم به قدرت حاکم فرود نمیاره، در دوره‌ای که همه دارن سر تسلیم فرود میارن، به او یه موقعیت ویژه بخشی و این امتیاز رو اعطا کرد که به اصطلاح سمبل یا نماد مقاومت اون دوره باشه، مقاومت مردمی، و به این ترتیب محبوب شد. بله، به مردمی بودن تختی اشاره شد. روایت پهلوان مسلم اسکندر فیلابی رو بشنویم از جان پهلوان، زنده یا تختی، این بحث رو ادامه میدیم. هر وقت مردم کسی رو بیارن پایین، هیچ قدرتی بزرگش نمیکنه. تختی تکیگاهش مردم بود، برای مردم کشتی میگرفت، برای مردم سالها ادامه داد، و بعدش هم که آخرین بار هم که من لباساش دستم بود در تولیدو، لباساش وقتی زمین کشتی رو باخت، من خیلی ناراحت شدم، رفتم زیر زمین و رو پلان استه بودم، بیدیم آمد پشت سرم، گفت ببین حالا دیگه مردم میدونن که من دیگه نمیتونم کشتی بگیرم، اگر نمی آمدم فکر میگنن هنوز میتونستم. ببین آخرین بارش هم باختش هم برای مردم بود. این بود. حالا آقای قاضیان، این مردمی بودن و محبوبیت تختی میتونه عامل هراس‌انگیز برای احتمالاً یه حکومت برشمرده بشه یا نه؟ ببینید، بستر زمینه اجتماعی است که در اون دوره وجود داره. شما با دو نوع خیزش در دو دهه متفاوت روبرو هستید که خیزش‌های نسبتاً مردمی بودن از جهاتی و مقابله کردن با نظام حاکم، ولی به مرور نظام حاکم تونسته این خیزش‌ها رو در هم بشکنه، تمام صداها رو در واقع خفه کنه و در واقع هیچ نوع مقاومتی دیگه انگار وجود نداره. رادیکالیسم که از اون دوره شدت میگیره و بعد در حرکت‌های مسلحانه متبلور میشه، خودش نشون دهنده این است. یعنی گویی دیگه جایی برای فریاد کشیدن و حرف زدن و داشتن صدایی وجود نداره، انگار دوره دیگری داره میشه. و وقتی چنین حالتی پیش میاد، اگر فرض کنیم که اون نظام سیاسی حاکم اون میزان از مقبولیت عمومی رو نداره، در واقع اطاعت رو از طریق ترس و سرکوب حاکم کرده. بنابراین کسی که نمیره زیر بار این سرکوب، گویی که در جبهه مردم قرار میگیره و روبروی جبهه حاکمان. به همین دلیل است که این واقعیت ساخته میشه، همونطور که آل احمد نوشته، مردم باور نمیکنن که خودکشی کرده باشه. این اتفاقا برای نظام سیاسی خیلی بدتره. یعنی در این حال که ممکنه فرد خودکشی کرده باشه، واقعا اینکه مردم باور نمیکنن موضوع مهمتری است، چون مردم همینطوری واقعیت رو میسازن از طریق اون دریافتی که خودشون از اتفاقی که رخ داده میکنن. و وقتی این رو احساس کنن که در جبهه خودشون هست، برای او چیزهایی میسازن که متلائم و سازگار و ارزشمند باشه، و به همین ترتیب خودکشی رو میتونن یک مرگ قهرمانانه جلوه بدن. بله. آقای فراستی، از شما بپرسیم برخورد حکومت با اسطوره‌های ملی، اساسا خود شما بگید برای ما که چگونه بود. ضمن اینکه گفته میشه خود تختی هم گویا از برخی حمایت‌ها برخوردار بود، نظر شما رو بدونیم. بله، عرض کنم با خدمتتون که جناب قاضی هم بحثی که الان صورت گرفته و مدت زمانی هم بهشون زیاد وقت دادید، ما بررسی مسائل سیاسی اون دوره رو نمی کنیم. ما تا اونجا که می دونم می خواهیم در مورد مسئله خودکشی و مرگ تختی و دلایل اون رو بررسی کنیم، ببینیم واقعا واقعیت چی بوده. ما راز ماندگاری تختی رو و زندگی او رو بررسی خواهیم کرد و قرار نیست رازگشایی بکنیم در رابطه با مرگ تختی. آقای فراستی، نظرتون رو بشنویم.
راز زندگی جهان پهلوان تحقیق جز این نیستش که همون گونه که فرمودید یک پوریای ولی بودش، پوریای ولی زمان خودش، و فکر میکنم که همه زمانهای بعد از پوریای ولی مورد احترام و عزت همه مردم بود، همه مردم دوستش داشتن. بنابراین وقتی همه مردم دوستش میدارن که نمیشه به ساحتش خدای نکرده خچه‌ای وارد بشه. اگر این رو بفهمید که بله مورد تایید همه ما هستش، منم به عنوان یک انسان و همکاران من همین گونه همیشه بهش احترام گذاشتن و احترام دارن. منتها مسائلی که پیش میاد در این گفتگو بحث جوابهایی داره که اگر اجازه نمیدید جواب بدم. خیر بفهم خواهش میکنم. بله جناب قاضی فرمودن که به علت مسائل سیاسی اون زمان مسئله رادیکالیسم شد و رفتن گروه های مسلح تشکیل دادن و تشکیل شد. من میخوام بپرسم که آیا واقعا این رادیکالیسم در این مسائل در کشور ایران باعث شد که در همون زمانی که گروه های تروریست ایجاد شدن در مثلا به عنوان مثال آلمان بادرمانوف هم به خاطر فشارهای ایران بود، بریگاد سرخ ایتالیا به خاطر فشارهای ایران بود، ارتش سرخ ژاپن هم به خاطر فشارهای ایران بود، ارتش آزادی بخش ترکیه به خاطر فشارهای ایران بود. 45 کشور تروریستی در ظرف 7 سال 6 سال تمام دنیا رو گرفتن تروریستی که تروریست کردن و کشتن و از بین بردن. خب این به مسئله به اون داستان هایی که میفرمایند که اون دو برهه پیش اومده که شکست خوردن آقایون سیاسیون که اصلا ارتباطی نداره. ضمن اینکه جهان پهلوان تختی هم با دکتر مظفر بقایی رابطه داشت، هم با خلیل ملکی نیروی سوم و جبهه سوسیالیست تماس داشت و همیشه هم ازش دوستان دیگه از جمله آقای علی عبدو ازش سوال میکردن که تو کدوم طرفی هستی، میگفت من هم شاه رو دوست دارم، هم مصدق رو دوست دارم، هم همه خدمتگزاران به ایران رو دوست دارم. و یک جمله ازشون هست که جناب سعیدی سیرجانی هم در یک سخنرانیش فرمودن جناب تختی که اگر بین دو یا چند مرد سیاسی اختلافی وجود داره، دلیل بر این است که یکیشون خادم بقیه خائنه. من هر کسی خدمت به این مملکت کرده عاشقشم و دوست دارم، و این نمونه مردانگی و بزرگواری و شرف یک ورزشکار ایرانیه که ما میتونیم بگیم، نمیتونم بهش بگم قهرمان، بلکه واقعا باید بهش بگیم که یک پهلوان کامل. حالا آقای فراستی، در همین احوال جالبه بدونیم که بابک تختی در مصاحبه حکومت پهلوی رو در مرگ پدرش مشخصا مقصر میدونه و به بیکاری او اشاره میکنه، اینکه تو استادیوم کشتی راش نمیدادن و اینکه نمیگذاشتن حقوق بگیره و کشتی بگیره و حتی قبل از مرگش هم به او اتهامهای اخلاقی میزدن و شاید حتی پس از مرگش هم شایعاتی در روزنامه بر اساس اطلاعات خانوادگی تختی منتشر شده که سوالات بی پاسخی رو تا الان به جا گذاشته و این شایعات ساختگی رو هم خودتون بهتر میدونید که نسبت میدن به ساواک. پاسخ شما رو خیلی کوتاه بدونیم. خیلی ساده و کوتاه خدمت عرض کنم که همه این مواردی که نسبت دادن به ساواک 100% تکذیب میشه، به ویژه در مورد بابک فرزند تختی. فرمودید بابک از پدرش واقعا درستگوی راستگوی رو به ارث برده در امپریال کالج لندن که 5 سال پیش به مناسبت 55 سال مرگ تختی یا 4 سال پیش بود، یکی از برگزار کنندگان بلند شد و گفت شهید تختی، و بابک در همون جلسه بود و بلند شد و با صدای بلند گفت پدر من شهید نشده، پدر من خودکشی کرده. اونم چند هزار نفر اونجا شاهد بودن. بنابراین اون چه هم که میبینید که میفهمید در مورد بابک تختی فرمایید، من در جایی نخوندم و ندیدم که ایشون بخواهند یه مقداری از پدر بزرگوارشون، از اون مرد شریف، از اون مرد بزرگ، یک ببخشید با پوزش بسیار یک پادوی سیاسی درست کنن. درسته جناب بهنود درست فرمودن، ایشون به شدت تحت تاثیر آقای کاظم حسیبی بودن، فامیلشون بود آقای کاظم حسیبی. حتی دو روز قبل از مرگش آقای کاظم حسیبی رو بردن به دفترخانه 222 برابر سند 38-24 و اونجا وصیتنامه‌اش رو 48 ساعت قبل از خودشون نوشتن. شدیداً تحت تاثیر آقای حسیبی بودن و هر جایی که آقای حسیبی میرفت ایشون هم میرفتن. اگه آقای حسیبی کمونیست هم میشد تختی هم کمونیست میشد. کاملا آقای فرنود بهنود درست هم. شما آقای قاضیان اگه صحبتی داریم به صحبت آقای فرستی اضافه بکنن در جان فراستی اشاره کردن که این رادیکالیزه شدن سیاست در ایران منحصر به کشور ما نبوده، در کشورهای دیگه هم اتفاق افتاده. به نظر من فرمایش کاملا درستی است، به این معنی که ما در دهه‌ای زندگی می‌کنیم که موج چپ نو در همه جای دنیا در حال گسترش. ما با وقایع مهر 1968
فرانسه روبرو شدیم، جنبش‌های دانشجویی، جنبش‌های سیاهان و جنبش‌های حقوق مدنی در اروپا و آمریکا رو به رشد هست و نیروهای مسلح یا مبارزه مسلح در سایر نقاط جهان هم داره شکل می‌گیره. این کاملا درسته، ولی اشاره من به مسئله اسرت سیاسی بود، یعنی یک نوع بستگی و دشواری سیاسی که راه بنبست ایجاد کرده برای حرکت‌های مسالمت‌آمیز. یعنی وقتی اون دو واقعه شکست می‌خوره، جبهه ملی سرکوب میشه، مخالفین سیاسی مسالمت‌آمیز دیگه جایی برای فعالیت ندارن، گواه تفسیرهای تاریخی که تالا شده این استش که نیروهای سیاسی به این نتیجه میرسن که گویی مبارزه مسلحانه با رژیم موجود دیگه جایی نداره و به این ترتیب باید به سراغ مبارزه به شیوه دیگه این رفت و انتخاب مبارزه مسلحانه در واقع حاصل هم بنبست سیاسی در داخل هست و هم اون زمینه عمومی که در مورد رادیکالیسم مسلحانه در سراسر جهان در اون دوره به وجود اومد. آقای بهنود، از شما بپرسیم با یه جمع‌بندی کلی آیا میشه نتیجه گرفت که تختی شاه رو دوست نداشت احتمالاً و یا اینکه به قولی زاویه داشت با حکومت شاه؟ نظر شما رو بدونیم. حالا من تو همین سه سال و اندی که میدیدم تقریباً هر چند روز یک مرتبهشون رو، طبیعتاً خب خیلی خیلی گفتگوهای ازش به یاد میارم که معید این نیست که او با شاه دشمنی داشته باشه. نه، الان به یادم افتادش که یه مدت کوتاهی بعد از ازدواج تختی رفته بود توی آپارتمانی توی خیابون امیرآباد، شمال امیرآباد، با شهلا خانم. شاید هم به دلیل اینکه نزدیک دانشگاه بود و رفت آمد شهلا خانم دانشگاه فراهم بود، من بهش تلفن کرده بودم و گفته بودم که عکسی بچه های مجله میخوان که از شما بگیرن. در این حال یه مصاحبه ای هم باهاش صورت گرفته بود که مثل بقیه مواقع اعتماد کرده بود من حرفای او رو که شنیده بودم نوشته بودم و به صورت سوال جواب تنظیم کرده بودم، ولی باید میدید و تصویر میکرد. من و کیومرس درنبخش، فیلمساز خوب و موفق، با او رفتم که کیومرس عکس بگیره از جانپر. رفتیم در منزلش، آپارتمان کوچیکی هم بود. کیومرس اظهار عقیده کرد که نور بیرون بهتره، بنابراین بهتره بریم تو بالکن، برای این کار بعد از تو اتاق خوابش رد میشه. رفت نگاهی کرد به اتاق خواب. خب بعد که رفتیم اونجا، وقتی از اتاق خواب اومدیم بیرون عکس گرفته شد که بریم، من دیدم که عکسی رو که با پادشاه داشت، که عکسی هست که عکس معروفی هم هست، رو پله‌ها به قهرمانان کشتی ایستادن، گویا از مسابقاتی برمیگشتن و پادشاه ایستاده، تیمسار زرفن هم پشت سرشه و داره حرف میزنه، فقط با تختی داره صحبت میکنه. این عکس به دیواره، به دیوار اتاق خواب تختی. بله، بله. و خندید. یکی اینو به یاد میارم، یکی این که یکی از دفعاتی که من حمله بر بازجویی میکنم، ولی ممکنه اسمشو بازجویی نذاریم چون محترمانه تر از این حرفا بود، به وساطت مرحوم قرقوزلو و میدونم که خبرش هم مسعود نازنین آوردش. حالا یه مقدمات در حال اون خلاصه میکنم. بعد به منم گفتش که باش یک آقای اومد که تصور میکنم نظامی بودن و با او گفتگو کرد. خیلی گفتگوی نرم و محترمانه بود. از جمله وسطش گفتش که خب شما چرا نمیاید برید نماینده مجلس بشید، شرایطش فراهمه. تختی گفتش که نماینده مجلس خیلی کار مهم نیست، اینجا صندلی فلان کس بوده، فلان کس بوده، آدمای سیاسی میخواد. بعد اسم برد، گفت که آقای صالح تشریف دارند، آقای مهندس حسیبی تشریف دارند، آقای دکتر شایگان هستند، آقای دکتر صدیقی هستند. اصلا چه جای منه؟ من کشتیگیر سادم و اینا. اون مرد در جوابش گفت که این چیزایی که شما میگین دیگه مربوط بالاست، یعنی تصمیم به این که کی بره مجلس، ولی من در اون حد نیستم، من در حد پایینم. تختی هم به شوخی بهش گفت خب شما هم پرونده ما رو بفرست بالا. بعد به خنده گفت من فکر میکنم بره بالا حل میشه. من پشت این حرف و حرفای دیگه‌ای که از او یادگار دارم، این باور رو دارم و باور خود من هم شده الان که اون کسی که او باش مسئله داشت پادشاه نبود و اون کسی که به اصطلاح باعث آزارش هم بود اون هم نبود. ولی در این میانه تردید ندارم که در این میانه افرادی بودن
که منافع شخصیشون یا حتی علاقهشون به تاج و تخت ایجاب میکرد، اسم نمیخوام بیارم، افرادی بودن در لباس نظامی در کار ورزش و بقیه که به شدت کار تخدیر رو دنبال میکرد و به شدت آزار بر او دنبال میکردن و آزار به او هم لازمش این نبود. برای آدمی که تا این اندازه نسبت به تصویر خودش در بین مردم حساس بود، آزار دادن او و رسوندن او به اون نقطه‌ای که رسید بهش، لازم نبود زندانش ببرن، لازم بود همین کارهایی باش بکنن که کردن. حالا بحث دیگه رو مطرح بکنیم. روایت های وجود داره که تختی هیچ وقت در برابر شاه ایران خم نشد. فیلمی رو در همین رابطه میبینیم، فیلمی که از تلویزیون ایران گویا پخش شده، بعد پرسشی رو با آقای فراستی مطرح میکنن. طبق معمول همه ساله برای احراز مقام پهلوانی کشور، مسابقه نهایی کشتی بین پهلوانان نیرومند انجام گردید. وفادار و نوری هر یک استادانه زورآزمایی کردند و در نتیجه وفادار قهرمان دوم و نوری قهرمان سوم کشور گردید. شاهنشاه بازوبند پهلوانی را به بازوی تختی پهلوان کشور بستند و به وفادار و نوری هر یک مدال طلا و نقره اهدا فرمودند. آقای فرساتی، آیا میدونید این فیلم از تلویزیون ایران پخش شد یا نه؟ چون در خیلی از نوشته ها اومده که تختی کسیه که در برابر شاه خم نشد و به این ترتیب برای شاه به قولی در انداختن مدال دشواری های هم درست شد. توضیح شما رو بشنویم. همونطور که ملازم فرمایید، این فیلم مربوط به یک مراسم نوروزی بوده که همه ساله پخش می شده و همون گونه هم که ملاحظه فرمودید، تختی همون گونه که پادشاه عکسش رو من دارم در فیسبوک خواهم گذاشت، زمانی که تختی به ملاقات پادشاه رفت چند بار، یکی از این موارد عکسی هستش که پادشاه در برابر تختی دست به سینه نشسته و احترام رو براش قائله. همون گونه هم دیدید که تختی هم در برابر پادشاه تعظیم کرد و این دروغ‌هایی بود که می‌خواستن با این دروغ‌ها اسطوره‌سازی بکنن برای یک قهرمانی که خودش اسطوره است، نیازی به این دروغ‌ها و به این نادرستی‌ها نداره. و این از دیدگاه من تختی همونجوری که جناب بهنود فرمودن، پادشاه علاقه من بود، ایشون رو دوست داشت. من چندین عکس از مراسمی دارم که با پادشاه بودن و هرگز هم ایشون در علیه پادشاه که سر هیچ که هم در باره جبهه ملی یا مسائل سیاسی نه نطقی کرده، نه سخنی گفته، نه چای چیزی نوشته. فقط چیزی که بودش، ایشون بی‌نهایت با آقای دکتر حسیبی نزدیک بودن، باهیرش بودن. و همونطور که گفتم، اون روز هم که در مراسم هفتم آقای دکتر مصدق رفتن، این آقای کاظم حسیبی ازشون خواسته بودن که دوستانت رو که دوست دارید با تو هستن جمع کن، بیار بیاریم، میخوایم بریم سر برای هفتم مراسم آقای دکتر مصدق برای خاکسپاری شد و تا تختی نرفت. بعد شایعه کردن که وقت نکرد و نرسیده، ولی در حقیقت همونجوری که همه فرمودن، واقعا ایشون تبعیض قائل نبود. میگفت من مردان میهنم رو که به ملت به کشور خدمت کردم، به مردم خدمت کردم، دوست میدارم. و این مراسم هم که فرمودید نشان دادید مربوط به اون زمان. آقای قاسم، در این فضایی که به قول اطلاعات راست و دروغ و شایعات حول زندگی تختی در جریانه، به نظر میرسه که ذهن اسطوره‌ساز ایرانی، همونطور که در ابتدای برنامه بهش اشاره کردیم، شرایط لازم رو میبینه برای اینکه بتونه اسطوره خودش رو بسازه. توضیحات شما رو بدونیم. حالا من نمیخوام روی جامعه ایران به طور خاص متمرکز بشم و بگم که آیا این مشخصه جامعه ایرانیه و جامعه های دیگه این رو دارن یا ندارن، ولی وقتی به شرایط اجتماعی اون روز نگاه میکنیم، میبینیم که زمینه برای ساختن چنین اسطوره‌ای فراهم شده. یکی از عواملی که در نظر هست که باید حتما بهش اشاره بشه، مسئله رسانه است. شما الان میگید که خب ایشون در برابر شاه سر تعظیم فرود نیاورده و بعد فیلمی رو نشون میدید که سر تعظیم فرود آورد. عده زیادی این رو میبینن، آقای فراستی عکس توی فیسبوک میذارن، عده زیادی از طریق رسانه‌های متعددی میتونن این واقعیت رو راستی آزمایی کنن. اما شما در دوره‌ای رو در نظر بگیرید که هنوز تلویزیون عمومی نشده، فیسبوکی وجود نداره، اینترنتی در کار نیست، مجله ها و روزنامه ها آنچنان گسترشی ندارن به دلیل پایین بودن سطح سواد. بنابراین وقتی یک مسئله، یک واقعه، یک واقعیت اینطوری بیان میشه که تختی سر تعظیم فرود نیاورد، کاملا این امکان داره که بر بستر یک نیاز اجتماعی به داشتن یک قهرمان، به داشتن کسی که سر تسلیم فرود نمیاره به معنی عام کلمه، فراهم میشه. و این سر تعظیم فرود نیاوردن یا سر خم نکردن معنای بیش از تعظیم فیزیکی میگیره جلوی پادشاه، یعنی کسی که تسلیم نمیشود.
بنابراین اون عکس اصلا معناش رو از دست میده، در این حال که زمینه رسانه‌ای برای راستی آزمایی این موضوع نیست و بنابراین جامعه آماده است اون چیزی رو که دوست داره بپذیره. چیزی رو که دوست داشت در اون دوره بپذیره اینه که یک کسی ایستاد، مقاومت کرد و تسلیم نشد و به اصطلاح سر تعظیم خم نکرد. توی چنین زمینه ای، توی چنین وضعیت رسانه‌ای کاملا ممکنه که این اتفاق بپیچه و گم بشه. در جامعه امروز چنین امکانی کمتر وجود داره، چون اینا بلافاصله پخش میشه و این پخش شدن و عمومی شدنش اساسا اون حالت ابهام و ایهامی رو که در ساختن اسطوره نیاز هست از بین میبره و به این ترتیب نمیشه این دو زمان رو با هم مقایسه کرد و به این ترتیب میشه گفتش که در اون زمان احتمالاً زمینه برای چنین کاری از لحاظ رسانه‌ای هم فراهم بوده، غیر از زمینهای اجتماعی و سیاسی که من بهش اشاره کردم. بله آقای بهنود، فضای مطبوعات رو در اون دوره خصوصاً پس از مرگ تختی شما چگونه تشریح میکنید؟ با توجه به اینکه گفته میشه گویا محدودیت هایی بوده در نوشته شدن و گزارش مرگ تختی حتی، و چه بسا به قولی عطا بهمنش هم مفسر سرشناس ورزشی گفته که اسم تختی رو نمیشد حتی در رادیو آورد و چه بسا خبر مرگ او رو من نتونستم از طریق رادیو و یا تلویزیون اعلام کنم. ببینید، بله دیگه، میخواستم اتفاقا در ادامه فرمایشات آقای قاضیان همین رو اشاره بکنم. ببینید، تصویری که ما با این فیلمی که شما نشون دادید از بودن پادشاه و آقای جان پهلوان تختی، احیانا این تصویر ممکنه اینطوری جا بیفته که انگار داریم میگیم که بنابر روایت آقای فراستی حکومت هیچ مشکلی با تختی نداشت. اینطوری نیست. یعنی اون چیزی که من دیدم این نبود و اون چیزی هم که در اون احوال بر ما همه میگذشت این نبود. ببینید، من چند تا سوال دارم، چون راست میگید شما، چون اون موقع این وسایل نبوده بنابراین ثبت هم نشده. موتور گوگل هم که فقط برای ثبت بقایای 30 سال اخیر هست، قبل از این نداره. ببینید، سوال کنید که بلور، آقای بلور، حبیب بلور، استاد تختی، مربی تختی، کسی که تختی هر وقت او رو میدید دستشو میبوسید، این به خیال خودش اومد و اون سخنان بسیار سخیف راجع به تختی گفت؟ واقعا اینطوری بود؟ شما سوال کنید حبیبی که هر وقت اسمش آورده میشد، تختی خودش به من یک مرتبه، او رفته بود یه جایی حرفایی زده بود و چاپ شده بود تو مجلات و روزنامه ها و تشویق هم شده بود برای اینکه به گسترده چاپ بشه و بعد پاداش هم گرفت، نماینده مجلس شد. وقتی اینا چاپ شد، من به تختی گفتم که شما جای جواب میدی؟ گفت نه، بهترین کشتیگیر ایران بوده. تختی این حرف رو متعدد زده بود و متعدد گفته بود که به من نگین بهترین کشتیگیر ایران، بهترین کشتیگیر ایران و جهان حبیبیه. این آدمی که همچین روابطی داشت و بعد تو اون فضای موقع مرگ تختی با اون اصرار خودش رو آورد رسوند و وقتی هم بهش گفتن که مردم خشمگینن، خطرناک هست و نباید سوارشی، گریه کنان گفت من باید بیام و ازش عذرخواهی کنم و واقعا هم این مرد شریف واقعا بعدن همین حال و احوال رو داشت. اینها در زمان خودشون همطور عادی اومدن رفتن تو روزنامه شروع کردن علیه تختی حرف زدن و اونم اون حرفا؟ نه، باورم این که اینطوری نیستش. یعنی این اتفاقات که افتاد معنیش این نیستش که اگر او احیانا با شخص پادشاه، احیانا نه قطعا با شخص پادشاه دشمنی نداشت، به معنی این بودش که دستگاه هم با او کاری نداشت. نه، دستگاه کار باهاش داشت و فرامون هم داشت. و من به عنوان آخرین نکتهش به شما بگم که همون موقع که تختی فوت شد، به فاصله چند روز پادشاه جایی سفر میرفت، شاید اتیوپی جایی، و توی فرودگاه به شدت به وزیر وقت اطلاعات یعنی ارشاد فعلی تعرض کرد که چرا روزنامه اطلاعات، و همینطور به آقای مسعودی مدیر روزنامه اطلاعات که چرا روزنامه اطلاعات در صفحه اول اون روز عکسی از جسد مرحوم تختی در پزشکی قانونی چاپ کرده بود، که چون مثل هر کسی که به سلام مرگ مشکوکی داشته باشه کال با چیکاپی شده بود، این عکس رو هم جلالی رفته بود از توی پزشکی قانونی گرفته بود، پیدا بود که بریده شده. همین عکسی که الان شما رو تصویر هم احیانا دارید میبینید. و این عکس وقتی چاپ شده بود، پادشاه به تعرض به آقای مسعودی، مرحوم مسعودی و وزیر اطلاعات گفته بودن که حالا قهرمان ملی درست میکنید، حالا برگردم تکلیف رو روشن میکنم. یعنی بنابراین میخوام عرض بکنم که این که علاقه بین او وجود داشت و اصولا پادشاه هم خیلی به او محبت نشون میداد و براش پیغام میفرستاد و احیانا احوالات رو دنبال میکرد،
و فضای دشمنی بینشون نبود که میشه فهمید. این به معنی نبودش که دستگاه هم با تاکتیکای نداشت، نه. من همونطور که عرض کردم، من باور دارم که دستگاه، حالا در چه سطوحی اینا رو من نمیدونم، ولی دستگاه انواع آزارها رو به او داد، انواعش رو، از هر طریقی که فکر کنین. این ساده نبود که بلور اون حرفا رو راجع به تختی بزنه در روزنامه چاپ شه. این ساده نبودش که آقای حبیبی اون حرفا رو بزنه و چاپ شه و خودش هم میدونه. و بعد سانسوری که وجود داشت، فشاری که میمد به رادیو، هم به پایان برنامه داریم، اجازه بدین صحبت های آقای فراستی رو بشنویم. آیا میشه احتمال داد که ساواک بی توجه به دوستی و رابطه تختی با شاه، به صرف برخی ارتباطات او با اعضای جبهه ملی و برخی روحانیون رو زیر نظر میگیره و محدودیتایی برای به وجود میاره؟ خیلی کوتاه. جناب عزیز، مشکل اینجاست که هر اتفاقی در اون سیستم میافتاده، اسم ساواک را هم به میان میارن و در این مورد دستگاه وقتی میفرمایند خود ایشون رو میگن منو بردن زندان موقت شهربانی، چه ارتباطی به سازمان امنیت داره؟ خب یک دستگاه دیگری، یک سازمان دیگری به ساواک مربوطی نیست. یا فرض بفرمایید که آقای فرمودن در مورد اینکه بهمنش چنین حرفی رو زد، بهمنش در جمهوری اسلامی چنین حرفی رو زد، نیاز هم داره که چنین حرفی رو در جمهوری اسلامی بزنه؟ در زمان پادشاه که نیامد، در زمان سیستم گذاشته که نیامد در تلویزیون و چنین چیزی رو بگه، بلکه در زمان جمهوری اسلامی گفت. خب میدونید که ایشون هم خدا بیا مرجتش، به هر حال دنبال این بود که ممنونم. آقای قاضیان، میراث تختی چه بود، چه برجا گذاشت؟ خیلی کوتاه بگید، به پایان برنامه در حال نزدیک شدن هستیم. دو نوع میراث به نظر میاد که برجا گذاشته. میراثی در زمینه کشتی که به پهلوانی مشهور شده و این پهلوانی رو در حقیقت تبلیغات ورزشی سعی میکنه در سایر حوزه هم رواج بده که بازی جوانمردانه باشه در عرصه ورزش، و از طرف دیگه در عرصه سیاسی اجتماعی هم مسئله مقاومت و تسلیم نشدن رو از خودش به جا گذاشته و در برابر ستم قد علم کردن در زمانی که همه صداها خاموش شده. این دو تا چیزیست که به نظر میرسه میراث ماندگار تختی است برای دوره ما. آقای بهنود، اخیراً یک دقیقه به پایان برنامه داریم. اخیراً لوریس چکناواریان، آهنگساز و رهبر ارکستر ایرانی، پیش از مرگ خانم شهلا توکلی به دیدار او رفته و به خبرگزاری ایسنا گفته که در هنگام خروج از منزل خانم توکلی به او گفته که اگر دوباره 20 ساله می‌شدم و زمان به عقب برمیگشت با تختی ازدواج می‌کردم. ولی چگونه است که تختی در وصیت خودش اسمی از خانم شهلا نیاورده و همین موضوع باعث میشه که چه بسا مرگ تختی به پای اختلافات خانوادگی او نوشته بشه؟ خیلی کوتاه. نه، من تصور میکنم که اینکه اسم شهلا خانم نیامده فقط به دلیل این وضعیتی است که در خانواده وجود داشت و حتما یک کسی رو میخواست به تسری که بیاد بره و حقوق او رو و بابک رو به اصطلاح تامین بکنه و منصبی تعیین شده بود. در این که من از لحظه بله برون تا لحظه مرگ تختی و فرداش که میدونین چند نفر به خاطر تختی خودشون کشتن، دستگاه نذاشت خبرش منتشر شه، من رو منتصبی مجبور کرد، یعنی دستور داد که برم به شهر ری به خاطر یکی از اونها که الان در چند متری خود تختی دفن است، پشت مقبره شمشیری به اسم مافی، بوکسور شهر ری بود که خودشو کشت اون شب. و آقای فیلاوی خوب میدونه که همون شبی که این حادثه اتفاق افتاد او حمله کرده بود که بر اساس شایعات بیاد به شهلا خانم تعرض کنه. این چیزم بگم که شما یادتون باشه الان تو شما تو مقدمتون گفتید به شعر مهدی سهیلی اشاره کردید، نه، شعر اصلی شعر آرش سیاوش کسرایی، جهان پهلوانا صفای تو باد، قصیده بلندی است که خود سیاوش در جاهای مختلف گفته است که بزرگترین و واقعاً شعر حماسی ایران در تخت. به پایان افق امشب رسیدیم. با سپاس از آقایان بهنود، قاضیان و فراستی، برنامه امشب با افق قدرت نسبت به پایان می‌بریم.